حاکمیت دین بر دولت با هر روایتی که باشه، چه روایت سنی و داعشی البغدادی و چه روایت شیعه 12 امامی خمینی و خامنه ای، چیزی جز خشونت نهادینه شده و قانونی شده در برابر مردم و درگیری و خشونت سیاسی با دیگر کشورها به دنبال نداره. توجه شما را جلب میکنم به بازخوانی گفتار ارژنگ بامشاد از همکارم مریم امانی. حسن روحانی در 29 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفته باید جلوی خشونت فکری و گفتمانی بیستیم و تصویر منفی اسلام رو در فضای مجازی و حقیقی بگیریم. این سخنان رئیس جمهور کشوریه که بر پایه اصل ولایت فقیه و حاکمیت دین بر دولت اداره میشه. سخنان حسن روحانی در این کنفرانس بیش از همه انتقادی بود به تفکر وهابیون، سلفی ها و تکفیری هایی که کشورهای همسایه رو به خاک و خون کشیدن. اما سوال محوری اینه که آیا بنیاد تفکر گروه های سلفی و حاکمان دولت اسلامی داعش چیزی جز بنیادهای فکری جمهوری اسلامیه که از 38 سال پیش بر ایران حاکمن؟ واقعیت اینه که اقدامات دولت اسلامی داعش تلاشیه برای پیاده کردن اسلام ناب محمدی از دیدگاه اهل سنت. ما در ایران شاهد همین نگرش در اجرای اسلام ناب محمدی به روایت شیعه 12 امامی بودیم. اصل بنیادی حاکمیت اسلامی در ایران یعنی اصل ولایت فقیه، بیان دیگه از خلافت اسلامی در دولت اسلامی داعش یا هر نیرویه که خواهان شریعت صدر اسلام هستن می باشه. اگر در اونجا خلیفه مسلمین حرف اول آخر رو می زد، در جمهوری اسلامی نیز ولی فقیه عنوان نماینده تام الاختیار امام غائب و نماینده خدا در زمین حرف اول آخر رو می زنه. روایت های مصباح یزدی از رابطه ولی فقیه با مردم هیچ تفاوتی با روایت های ابوبکر البغدادی در رابطه خلیفه با مردم نداره. همین نگاهی که ریشه خشونت در اداره حکومت رو توجیه میکنه. خشونتی که همکنون در ایران لباس قانون نیز به تن کرده. مشکل دولت اسلامی ایران اینه که در شرایطی که خودش بر پایه خشونت قانونی شده سازمان یافته، میخواد به دیگر کشورها درس رأفت و برادری اسلامی بده. حتی زمانی که میخواد این درس رو بده، اونها رو به خشونت تشویق میکنه. وقتی که رئیس جمهور رژیم میگه چرا به جای اینکه هویت اسلام در برابر هویت کفر قرار بگیره، شاهد روبرو شدن هویت شیعه در برابر سنی، حنفی در برابر شافعی و غیره هستیم. معنای سیاسی این سخنان اینه که کشورهای اسلامی باید تمام نیرو و توان خودشون رو گرد بیارن و در برابر روایت کفر سفارایی کنن. معنای عملی این سخنان سرکوب خشن دین ناباوران، دیگر اندیشان و مخالفان دین رسمی در کشور خودی و ستیز و درگیری با کشورهاییه که بلاد کفر خونده میشن. حاکمیت دین بر دولت با هر روایتی که باشه چیزی جز خشونت نهادینه و قانونی شده در برابر مردم و درگیری و خشونت سیاسی با دیگر کشورها به دنبال نخواهد داشت. حاکمیت دینی چه با نام شیعه علوی باشه، چه با نام طالبان باشه، چه با نام داعش، بوکو حرام و یا هر اسم دیگه‌ای، جز سرکوب لجام گسیخته داخلی و جنگ خارجی نتیجه نخواهد داشت. دشمنان داخلی میتونن زنانی باشن که نگاه تحقیرآمیز دین به زن رو نمیپذیرن، جوانانی باشن که باید و نبایدهای حکومتی رو بر نمیتابن، دیگر اندیشانی باشن که روایت رسمی از دین رو قبول ندارن، دین ناباورانی باشن که تفکر رو بر تقلید ترجیح میدن، کارگرانی باشن که از حقوق صنفی خود دفاع میکنن، اقوامی باشن که بر رنگارنگی ملی تاکید می‌ورزن و یکسانسازی بر پایه هویت دینی رو نمی‌پذیرن و یا هر کسی که برای دستیابی حق شهروندی خودش مبارزه می‌کنه.
جمهوری اسلامی ادعا میکنه که برخلاف دولت اسلامی عراق و شام و داعش یا حکومت اسلامی آل سعود در عربستان و حکومت‌های دودمانی شیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس از ابزارهای دموکراتیک و از انتخابات برای تحکیم قدرت خودش بهره برداری میکنه. اما ما ایرانی‌ها به خوبی میدونیم که انتخابات در جمهوری اسلامی سرپوشی دروغین و استبداد دینی لجام‌گسیخته بیره و خشن ولی فقیه. واقعیت اینه که مردم در جمهوری اسلامی از حق انتخاب شدن به کلی محروم هستند. درسته که تعداد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان امسال بسیار بالاست، تا جایی که علی لاریجانی رئیس مجلس میگه ثبت نام تعداد زیاد کاندیدا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشان دهنده احساس همسرنوشتی و نشاط لازم در مردمه، اما واقعیت اینه که بخش اعظم ثبت نام شدگان در زمان بررسی صلاحیت ها توسط وزارت کشور و شورای نگهبان نمیتونن از صافی های تعبیه شده برای گزین کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان عبور کنند. در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی مردم تنها حق انتخاب کردن میان کاندیداهای مورد نظر حکومت رو دارن. مردم فقط میتونن در توازن قوای درونی حکومت نقش بازی کنن. هرچند همین نقش هم همیشه با مشکلات جدی روبرو میشه. زیرا تجارب تاکنونی نشون داده که هر وقت مردم فرصتی برای ابراز وجود پیدا کردن، ستون خیمه اسلام حاکم رو به توپ بستن. انتخابات ریاست جمهوری 1376، 1388 و 1392 این رو به خوبی نشون داده و الان وحشت ستونهای مدافع اصل ولایت فقیه و قدرت مطلق اون از نقش مردم در انتخابات آتی از همینجا ناشی میشه. دولت دینی یا هر دولت ایدئولوژیک با هر برداشتی از دین و ایدئولوژی با دموکراسی سر سازگاری نداره. نمیتونیم از ادغام دین در دولت و حاکمیت دین بر دولت سخن بگیم و مدافع نفی خشونت باشیم و شعار مبارزه با خشونت سر بدیم. دولت دینی نمیتونه دولت دموکراتیک باشه، حتی اگر مدعی روایت اسلام رحمانی باشه. دولت دینی نمیتونه مدافع حقوق مردم و در برگیرنده آزادی های بنیادین اونها باشه، حتی اگر به شعار پوچی همچون مردم سالاری دینی باور داشته باشه. در یک کلام، اگر مردمی کشور ما و خاورمیانه‌ای که در آتش می‌سوزه بخوان رنگ آرامش و امنیت به خودشون ببینن، باید در گام نخست با هر تلاشی برای حاکمیت دین بر دولت مقابله کنن و هر جایی که این حاکمیت استواره اون رو در هم بشکنن. چه این حاکمیت با روایت مصباح یزدی باشه، چه با روایت ابوبکر بغدادی یا ایمن زواهری. برای دموکراتیزه شدن سیستم‌های حکومتی در کشورهای خاورمیانه باید از یک سو با تسلط دین بر دولت مقابله کرد و از سوی دیگه زمینه‌های متشکل شدن مردم و قدرتمند شدن اونها برای ابراز وجودشون رو فراهم کرد. تنها از این طریقه که میتونیم به اصل خودحکومتی مردم وفادار بمونیم و زمینه قدرتگیری اونها رو فراهم کنیم. پایه‌ریزی دموکراسی جز با اتکا به مردم سازمان یافته، متشکل و آگاه به حقوق خودشون امکان پذیر نیست. همانطور که دولت دینی نمیتونه دموکراتیک باشه، دموکراسی‌های فرمایشی که با بمب‌های بشردوستانه سرهم بندی شدن هم راه به جایی نخواهند برد.